بینندگان عزیز سلام، سال نوی میلادی مبارک باشه. امیدوارم که سال 2017 سال نیکویی برای همه هموطنانمون، به ویژه هموطنان ارمنی، آشوری و تبشیری و خلاصه همه باورمندان باشه. میریم که داشته باشیم نخستین 01 سال 2017 رو. با ما همراه باشید. یکی از ابزارهای مفیدی که کمپانی اپل برای ساعت هوشمندش در نظر گرفته دیجیتال کرون یا چرخنده دیجیتاله که تقریبا یادآور تنظیم کننده ساعت‌های معمولی موچیه، اما به شکل و شمایل تکنولوژیک در اومده. کاربران اپل واچ با استفاده از این ابزار میتونن وارد اپلیکیشن‌های مختلف بشن یا از آنها خارج بشن، به مرور صفحات مختلف بپردازن و یا در کاربردی ترین حالت روی محتوا زوم کنند. کلیک کردن روی اون هم در نهایت کاربر رو به صفحه هوم میبره. حالا اطلاعاتی از پتنت اپل منتشر شده که اوایل سال جاری به ثبت رسیده و از امکانات بهره‌مندی از دیجیتال کرون در آیفون و آیپد و کاربردهای مفید اون خبر میده. الگوی اولیه این ابزار برای دیوایس های هوشمند کمپانی ساکن کوپرتینو مکعب شبیه سازی شده سه‌بعدی رو نشون میده که به کمک اون به راحتی میشه تمام اضلاع رو مشاهده کرد و محتوای مندرج روی اون رو مطالعه نمود. این چرخنده دیجیتالی به محض برقراری ارتباط با دیوایس مورد نظر کاربر واکنش نشون میده و به صورت کلی امکاناتی مشابه با ابزار دایال که چندی پیش مایکروسافت برای سرفیس استودیو معرفی کرد ارائه میکنه. همونطور که میدونید پتنت ها همواره به محصول های نهایی تبدیل نخواهند شد، اما یقینا دیجیتال کرون یکی از ابزارهای کاربردی موبایل ها و تبلت های اپل خواهد بود که احتمالا در آینده برای تهیه آن میبایست چند دلار دیگه کنار بزنید. گزارشات تازه وبسایت تک کرانچ از پتنت عجیب شرکت آمازون سخن به میان آورده است. در پتنت مورد بحث به هوابردی غول پیکر و بدون سرنشینی اشاره شده که قرار است همانند انباری پرنده حاوی کالا و پهپادها در آسمان به پرواز درآید. این هوابرد غول پیکر که ظاهری شبیه به کشتی های هوایی جنگ جهانی اول دارد، قادر است در ارتفاع 14 کیلومتری از سطح زمین به پرواز درآید و با استفاده از پهپادها کالای آمازون را برای مشتریان ارسال کند. همچنین در پتنت مورد نظر اشاره شده که وظیفه سوخت رسانی و کالای مورد نیاز انبار به این کشتی هوایی توسط نمونه کوچکتری از آن صورت می‌گیرد. برای اجرای این طرح می‌بایست در ابتدا محدوده ارسال کالا توسط پهپادها را گسترش و مصرف انرژی آن را هنگام فرود کاهش داد. علاوه بر این ماهیت متحرک این انبار پرنده انعطاف پذیری بیشتری را در امر مدیریت موجودی محصول در اختیار آمازون قرار می‌دهد تا به واسطه آن این شرکت بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف مشتریان خود باشد. به هر حال تنها جایی که هنوز می‌توان به مشاهده این انبار عظیم پرنده پرداخت در پتنت‌هایی است که آمازون به ثبت رسانده و تحقق این ایده و پدیدار شدن کشتی‌های پرنده آمازون در آسمان دنیای واقعی نیازمند زمان نسبتاً زیاد است. مایکروسافت پتنتی تازه ارائه کرده است که پیوند مستحکمتری میان تکنولوژی واقعیت افزوده و زندگی روزمره مردم ایجاد کند. ردموندی ها قصد دارند با اضافه کردن یک سیستم ردیاب اشیا به تکنولوژی واقعیت افزوده در پیدا کردن وسایل گم شده به افراد یاری رسانند. در پتنت مورد بحث توضیح داده شده که برای استفاده از این ویژگی میبایست اشیای مختلفی را در مقابل اسکنر هدست بگیرید تا در آینده بتواند به شناسایی آن شیء در محیط بپردازد.
پس از آن ویژگی های منحصر به فرد شیء مورد نظر در حافظه هدست ذخیره می شود و دستگاه به طور مداوم با هر بار مشاهده آن در محیط به ذخیره آخرین محل آن می پردازد. حتی اگر سطح شیء مورد نظر با چیزی پوشانده شده باشد، دستگاه می تواند با شناسایی آن کاربر را از محلش با خبر سازد. همچنین این تکنولوژی می تواند بنابر اهمیت اشیاء مختلف خود را با شرایط منطبق سازد و روند پیدا کردن اشیاء را برای کاربر راحت تر کند. این تکنولوژی می تواند با دنبال کردن نیازهای مهم خانه کاربر را از به پایان رسیدن برخی مواد غذایی یا هر چیز دیگر مطلع سازد. همچنین این تکنولوژی تنها منحصر به هدست‌های واقعیت افزوده نیست و احتمال می رود از آن روی تلفن‌های هوشمند یا هر گجت دیگری نیز استفاده شود. با این حال تاکنون راه‌های بسیاری برای پیدا کردن اشیاء گم شده از سوی توسعه دهندگان تکنولوژی‌های مختلف ارائه شده که می‌توان از میان تمامی آنها به برچسب‌های RFID اشاره کرد، اما استفاده از این تکنولوژی محدودیتی ندارد و می‌توانید بدون اضافه کردن یک گجت فیزیکی به اشیاء خود از محل قرار گرفتن آنها به سرعت باخبر شوید. تبلت های هایبریدی سرفیس پروی مایکروسافت با وجود قیمت نسبتاً بالا از جایگاه مطلوبی در بازار برخوردارند و طی سالیان اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشتند. همانطور که می‌دانید، سرفیس پروی 4 که در حال حاضر جدیدترین مدل این خانواده محسوب می‌شود، مهر سال گذشته عرضه شد و در واقع بیش از یک سال عمر دارد. با وجود اینکه این مدل به اندازه‌ای قدرت دارد که تا چند سال آینده به سادگی پاسخگوی نیاز کاربران باشد، به نظر می‌رسد ردموندی‌ها قصد دارند مدل جدیدی از آن را در آینده نزدیک روانه بازار کنند. به گزارش وبسایت دیجی تایمز، مایکروسافت تا پایان 3 ماه نخست سال 2017 میلادی، اواسط فروردین ماه سال 1396، نسل جدید تبلت‌های هایبریدیش به نام سرفیس پروی 5 را عرضه خواهد کرد. هواوی پس از تولید چندین تلفن هوشمند جذاب از جمله پی 9 و نکسوس 6P حالا دیگر اعتماد به نفس بالایی پیدا کرده و در ویدیوی معرفی میت 9 میگوید این تلفن هوشمند قرار است عصر جدیدی در دنیای موبایل آغاز نماید. تبلت جدید شرکت چینی مثل پرچمدار پیشین به دوربین دوگانه مجهز است که در همکاری با لایکا، تولید کننده آلمانی و مشهور دوربین‌های گران قیمت ساخته شده است. موبایل جدید هواوی ویژگی‌های قابل توجه دیگری هم دارد که حالا به پشتوانه تجربه ساخت محصولات قبلی به بلوغ مناسبی رسیده و میت 9 را به یک تبلت توانا تبدیل کرده. ممنون که با 01 دیگه با ما همراه بودید. با ما در تماس باشین و یک بار دیگه از طرف خودم و تمام همکارانم در تلویزیون ایران فردا سال نو میلادی رو بهتون تبریک میگم. تا 01 دیگه خوش باشین.